مریم شفیع‌پور، دانشجوی 29 ساله، گزارش ها از ایران خبر از محکومیت او به 7 سال زندان می دهند. خانواده او می گوید حکم هنوز ابلاغ نشده است. نمی دونم بالا، اصلا این کسی چی رو نگفت. آخر جلسه آخرش که تمام شد ما رفتیم. در هر زمینه انسانیت عدالت باید بشه. خب محصول از زندان مردیت داره دیگه، این چیزی طبیعیه، بده خب روحیش خوبه. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری او شده است. به نوشته این سازمان، مریم شفیع‌پور فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی به عنوان دانشجو داشته و بیش از 3 ماه است که در بازداشت قرار دارد. در روزهای گذشته حکم زندان برای شفیع‌پور موجی از اعتراض در فضای مجازی به همراه داشته، چرا که شاکی پرونده او وزارت اطلاعات دولت است. تمام وعده‌هایی که من به مردم دادم، پای وعده خودم ایستادم. رئیس جمهوری جدید ایران در ماه‌های گذشته بارها بر حقوق شهروندی تاکید کرده، اما حال وزارت اطلاعات دولت او خواستار مجازات این فعال دانشجویی شده و تاکنون تلاشی برای لغو این حکم نکرده است. هرچند این بار پای دولت در محکومیت یک فعال مدنی در میان است، اما پرونده‌های دیگر عمدتاً از سوی منتقدان دولت یا قوای دیگر دنبال می‌شود. برخورد ما با همه روز دوشنبه، در حالی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از ضرورت ایجاد فرهنگستان زبان آذری خبر داد، مقام‌های قضایی استان آذربایجان شرقی تایید کردند که 10 فعال آذربایجانی در شهر اهر همزمان با مناسبت روز جهانی زبان مادری بازداشت شدند. شهر اهر بود که در 80 و چند کیلومتری تبریز هستش و تقریبا از اکثر شهرهای آذربایجان و حتی از تهران مدعوینی در اونجا بودند و در منزل یکی از فعالین جمع می شوند و برنامه رو در ارتباط با روز جهانی زبان مادری برگزار می کنند که 1 ساعت از برگزاری مراسم نگذشته بوده که با هجوم نیروی انتظامی البته با هدایت وزارت اطلاعات مواجه می شوند. دادگستری آذربایجان شرقی میگوید این بازداشت شدگان به برهم زدن امنیت کشور متهم هستند، اما از بیان جزئیات بیشتر خودداری کرد. با لحاظ تقریبا 15 سال سابقه وکالتی که در ارتباط با این پرونده ها داشتم، فرقی نمی کنه کسی را کجا به خاطر چه فعالیتی گرفته باشن، روتین چند تا اتهام دارن که اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و احیانا بعضا تشکیل اجتماعات غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت ملی و از این قبیل مسائل. در روزهای گذشته برخی از مقام‌های دولتی از جمله علی یونسی، دستیار ویژه حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی رئیس جمهوری، خواستار توجه به حقوق فعالان مدنی شده بود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.